یه دونه ارزن اگه به رفت پایین
اندشه اند نباشه یعنی یه غذای کاملا بخوره این نباشه چه در روزه مستحبی چه در روزه واجب هم نمیخونه مستحبی یا واجبش هم نمیخونه اگه آدم فراموش کرد یه غذای کاملا بخور یه پارشم آب خور این نباشه مهم اند بشه یه دونه ذره مثل احسن یه نصف برنج لای دندونش بود اینو میکید و دار پایین روزش باید عمدش باید یه چیز میگه میگن شما مسواک میزنیم وقت ما ها معمولا مسواک رو قبل از عزون میزنیم حالا یه روزی دیر شده بود سحری دیر شده بود و از اون رو گفتن من باید افتیش کنم باید مسواک بزنم که چیزی لای دندونان نمونه که در طول روز فرو بده اگر این آدم چیزی لای دندونش بمونه و میدونه در طول روز فرو بده این مشکل میشه روزش حالا من حالا بعد از اون هم دارم چیز میکنم دارم مسواک میزنم مسواک این مسواکی که میگن مسواکی قدیمه مسواکی را بگید چون مسواک رو خوش بود دیگه میکردید دهن آنها تر میشد به آب دهان این اگه اورد بیرون این دو مرتبه رفت داخل دهان این آب اگر فرو برود روزه آدم رو باطل میکنه آب دهان خودمه اما وقتی اومد بیرون از بیرون دو مرتبه داخل دهان شد این روزه رو باطل اگه فرو بره هم باطل این مسواک های در روش که خمیر دندون داره و آب داره این مسواک داره یه ذرهش نمیشه بره فرو بزنی عیب نداره مسواک بزنی عیب نداره آب تو دهنت بگردونه عیب نداره تشنش خیلی تشنش آب تو دهنش میگردونه عیب نداره مهم که یه ذره نباید پایین بره یه ذرهش نباید پایین بره مرمون شو این همونش بحث میکنم میگن که قبل از وضو دستور مزمزه هست مزمزه چی؟ میگن آب توی دهن بگردیم سه بار بزنیم آب داخلی میبین کنیم بزنیم اینجور مستحبات وضوست اگه اونجا فرو بره اما آب به طور معمولی دارم تو بحنش میکنه اشتباه میکنه مشکل میشه کارا میکنه اگر بابی که مشغول غذا خوردن است یه باز کرد رادیو تلویزیون دارن از اون میگن بفهمد صبح شده مشغول سحری خوردن فهمید صبح شده با لقمه را از دهان بیرون آورد یه ذرهش رو هم فرو نبرد چنانچه عمدن یه ذرهش هم رو ببرد روزش باطل است کفارم داره عمد خورده دیگه یه ذره چیزی خورده کفارم داره بجوش اگر روزدار صحبن چیزی مخالد یا بیا شما روزش باطل نمیشود در مورد آمپول زدنم حالا باز مسئلهش خوبه فهمان احتیاط واجبان است که روزگار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود اسمش چیه؟ سروم سروم به جای غذا به کار می‌برم دیگه مریضی نمی‌کنم غذا بخوره سروم بهش می‌زنم سروم اینو زنده نگه می‌دارد به جای غذا از این خدایی کنم احتیاط واجب فرمانش امام حالا فتوای عالمی ولی تصدیق آمپولی که عضو را بیهست میکنم یا به جای دارو آمپول دارو مثل آنتیبیوتیک این نداره آنتیبیوتیک بزنه دارو آمپول ویتامین دارو سمیشه غذا هستن میشه
عرض می‌کنم. آقای بهجعفر تصدیق آنپور عضو را به اسم می‌کنم یا به جهت دیگر استعمال می‌شود برای غذا مثل سرو، آمپولی که به جهت دیگر استعمال می‌شود مثل اون آمپول به دوار سواره با جواب کنم اشکال ندارم و اجتناب از آمپولی که معلوم نیست از قسم اول از یا از قسم دوم اجتنابش لازم نیست، راحته فضل شما. آقای بروفادی مصطفی احتیاط مستحبان است که روزگار مستحبان است که روزگار از استعمال آمپول خودداری کنند و فرق بین آمپول ها نیست. چه افتاد؟ چه افتاد؟ نشون احتیاط مستحبان نداره مستحب آمپول نزنه هر جور آمپولی پس اب نداره بزنه اب نداره زنده ها رو بفرمی آفرم خب و اگر لازم شد تصدیق کرد دوزو با تو نمیشود خوری تبریزی سیستانی آمپولی که عضوان به حس میکند یا به جهت دیگر استعمال میشود برای روزگار اشکال ندارد. اینا گیرشون این است که آیا این خوردن حساب میشه بعد این نتیجه ایشون گرفته که آمپول خوردن حساب نمیشه پس هر جور آمپولی بزنه ابرن چون آمپولی که عضو را به حس میکنن یا به هر جهت دیگری تغذیتی دارو دوا برای روزگار اشکال ندارن بهتر آن است از استعمال آمپولی که به جای دوا و غذا اکل مستحب بره پس اب نداره یا نظر آرسیستانی هیچ رو آمپولی اب نداره. آقای مخارم احتیاط واجبان است که روزگار از تزریق آمپول ها و سرومه هایی که به جای غذا یا دوا به کار می رود خودداری کنند. هیچ میگن نه آقای مخارم احتیاط واجب می کنند تقریبا هیچی نزن از بیهست هم بیهست هم نمی کنند بیهست هست اگر روزدار چیزی رو که لای دندان مانده است عمدن فرو ببرد روزش باطل میشه از هر که بعد از ازون آدم باید مسواک بزنه این نخ دندون هم بزنه که باید میشه کسی که میخواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند این لازم است یعنی چی؟ این واجبه واجب شما خلال کن نه واجب باشه خلال نداره جز واجبات روزه خلال کردن است نه ولی اگر بداند غذای جلای دندان مانده آدم که سنش میگذره یه باشش دندوناش سایده میشه لای دندونا باز میشه این هم دوست علاقه پیرمردی از مجرد ولی اگر بداند غذا که لای دندون مانده در روز فرو میرود غذا لای دندون مونده این در طول روز ممکنه فرو بره فرو میرود حالا یعنی این آدم باید خلال کنه اگه خلال نکنه و چیزی از اونا فرو ببرد روزهش باطل میشه یعنی حتی اگر یه احتیاطی کنه و همون جوری خلال نکرده بخوابد در طول روز چیزی هم حتی فرو هم نره توی حلقش بازم روزهش باشه چون در معرض خطر قرار داده است این
مسئله گوش کردن ثواب میده. اگه آدم مسئله شو بلد نماشه واجبه، مسائلی که میتوابه واجبه، مسائلی که آدم بهش احتیاج داره گوش کردنش، شنیدنش، یاد گرفتنش واجبه. آدم اگه این چیزا رو کوتاهی کنه یه جایی جای زندگیش هم بگیر نه فقط دینش بگیر دینی که مهم نیستش که دین ما یه ذره بهتر علم نداره که مهم نیستش که نه به زندگی رو نه یه کوشش خواهد میشه. یا آیه میخونم کوشا رو دو سه دقیقه تا شما چرت اول رو بزنم بیدار بشیم کم و زیاد داره. آدم هایم هستن، آدم هایم هستن هیچ مراد نمی کنن، هستن رو همین کره زمین رو همین کوچه بازار من را میرن هیچ گناه نمی کنن. آن کسانی که کسب گناه کردن، کسب سیئه و بدی کردن و این وجه دیروز عرض کردیم که بعضی دوستان بودن اکثریت نبودن حالش نداشتم که بیان تا حسینیه موکم آدون تا حسینیه عرض کردیم که فرمانه کسی گناه کنه به جهالت و به جهالت کنه این خیلی خوبه که اگر گناه یاد کرده باشه نفهمیده بوده و به سرعت توبه کنه. دو تا شرط داشت، به جهالت گناه کنند و به سرعت توبه کنند. این خواهر بودن میداشت، این اداس دسته دوم این بود که گناه کنند، گناه کنند، گناه کنند تا حضرت عزرائیل رسید. خب اینش رفت، سوخت. یه کسی هم قبلا که این کافر شد، گناه کافر شد، میرن توش. این دوتا توبه ندارن، فرض توبه در موردشون نیست. مثلا چه عرض کردیم وقتی فرعون افتاد تو آب غرق داشت میشد گفت الان توبه کردم، به درد نمیخوره. باید آدم یقین نداشته باشه، من یقین دارم الان مرگم رسیده به درد نمیخوره، باید امید زندگانی داشته باشه. ولو یه دقیقه دیگه از دنیا میره خودش امید زندگی داره، ولو یه دقیقه دیگه داره از دنیا میره. یه حاج علمدار داشتیم خدا رحمتش کنه، این شوخ بود، تمام عمرش به شوخی میگذرد. خدا رحمتش
این دکتر آمیدی هست که گفتش دکتر این دکتر داشت اینجا تو خیابون چیه اونزه خورداد اینجا دکتر اون بر نه دکتر شیخ این بر اون بر بعد هم نفسی خیابونه بر متخصص ریه شد بعد هم حالا کم شده اینو بردن بالا سرش گفتش که دو ساعت دیگه تمومه همونجا داشته مسئله که به دکتر میگفت یه چیز شوخی بودن حالا حالا یه کسی همینطور همون شوخی میکرد مزاح میکرد مردم میخندون انشاءالله یه جایی براش حساب میشه اما صحبت همون سر گناه بود گناه کرد و گناه کرد و گناه کرد و گناه کرد و گناه کرد مرگش رسید توبه نداره آقا توبه نداره یکم که کافر داره که دیگه روشن مسلمان این میون چی میشه؟ آدمی که به جهالت گناه کرد و سریعاً توبه کرد بخشیده است این دوتا هم بخشیده نیست ماها چی؟ میدونی سر میدونی اگه میدونیم چی؟ اونجا گفتم اگه جهالته زود میبخشی سود میبخشی تا گفت غلط کردم مثلا میبخشی اما اگه کسی میدونست مسئلش رو میدونست داره فلانی رو خراب میکنه نابودش میکنه کارش رو ازش میگیرن نمیدونم زیر پاشو داره خالی میکنه مثلا یا گناه هایی که همه اونم بلدی حسن تاش دکتر حسن دکتر حسن تاش رو هنوز به نظرم هست و ارزم به حضور رو گفتش که این تا دو ساعت دیگه بیشتر زنده نیست خب یادته که آقا مریضی بود دیگه دست و حد نمی داره نه دست و حد یه عادتی رو می بود من نخواهم خدا مریضی خب حالا یه وسیله آموزشی مثلا طلب مغفرتی باشه همه گذشتگان ما را خدای ببخش و بیان صاف صافشون کن خلاصه آدمی که میدونسته گناه کرده این سخت میشه باز اینم یه فرجه میگیم میگن گناه کردی تا 7 ساعت برات نمی‌نویسن نگفتن میدونی یا نمیدونی ها گفتن تا 7 ساعت برات نمی‌نویسن پس اگه یه چیزی دهن من در رفت بلافاصله خدا خلاص کنم اشتباه کنم خیلی فرق میکنه ها اگه بمونه میدونی گناه میماسه اینو حالا من به لفظ میگم اما میماسه و سخت میشه بولدوزرم به یک کنده نمیشه اگه بمونه گناه گناه نباید بمونه ارزم این میگه که کسی که گناه کرد و گناه بر او احاطه کرد تمام زندگی شده گناه این از دنیا میره کافر از دنیا الله مسلم آه 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 امر فرج و ظهور و ولیت رو تعجیل و تسهیل مفرد ممانع مشکلات فرجش رو برطرف آه 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 از رفتار و اعمال و اخلاق و ناراضی و خوشنود مفرد این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده آنچه کرده این که قیمت ندارد آن را به فضل و کرمت قبول می‌فرماید فردای روزگار ما را بهتر از گذشته زندگی ما قرار بلا را از کشور ما از همه کشورهای
اسلام دور بفرما شب و زب و کهیل کفار و یهود و نصارا آمریکا و اسرائیل و اسر و سلمانان کم و کوتاه بفرما دستشون رو از سرنوشت اهل اسلام قطع بفرما انوار زب الحقوق ما غریق بهار رحمتت بفرما مرزای اهل اسلام مرزای منظور نظر مریضه منظوره مریض منظور شفای عاجل و خیر مرحمت بفرما جمع ما رو مریض و مریضدار قرار مده حاجات شرعی ما را برآورده به خیر آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و به اون محتاجیم به فضل کرمت به ما مرحمت بفرما